الی ویزل، برنده صلح نوبل، نویسنده و استاد دانشگاه، یکی از بازماندگان هولوکاست است. او 57 کتاب منتشر کرده و یکی از مهمترین شخصیت‌ها در ادبیات هولوکاست محسوب می‌شود. برخی مورخان معتقدند معنای فعلی واژه هولوکاست از آثار ویزل سرچشمه می‌گیرد. مشهورترین کتاب او شب، الهام گرفته از تجربیاتش در اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی است. 3 تن از اعضای خانواده وی، پدر، مادر و خواهر کوچکش در اردوگاه‌های مرگ جان باختند. الی ویزل در حمایت از قربانیان آپارتاید در آفریقای جنوبی، یهودیان روسیه و اتیوپی، قربانیان بوسنی در یوگسلاوی سابق و همچنین اسرائیل تلاش کرده است. او انکار نسل‌کشی ارامنه توسط ترکیه را دوباره کشتن خوانده است، چون به گفته وی ترکیه در تلاش برای کشتن خاطره آن قتل عام است. در سال 1986 کمیته نوبل به خاطر تلاش ویزل در مقابله با خشونت سرکوب و نژادپرستی جایزه صلح نوبل را به او اهدا کرد و وی را پیام‌آور انسانیت توصیف کرد. هدی اپستاین بازمانده هولوکاست و یک فعال سیاسی است. او در سال 1924 در آلمان متولد شد و در سن 14 سالگی موفق شد از اردوگاه مرگ نازی‌ها گریخته و در بریتانیا پناه بگیرد. به جز 2 تن، تمام اعضای خانواده هدی اپستاین طی هولوکاست در اردوگاه آشویتز جان سپردند. او میگوید پس از به قدرت رسیدن هیتلر، پدر و مادرش خیلی سریع به این نتیجه رسیدند که آلمان مکان مناسبی برای زندگی نیست. آنها حاضر بودند خانواده خود را به هر نقطه از جهان به جز فلسطین منتقل کنند. هدی اپستاین پدر و مادر خود را ضد صهیونیست می‌خواند. او در حال حاضر از فعالان حقوق فلسطینیان و منتقدان سیاست‌های اسرائیل است. برخی از منتقدانش او را ضد یهود خوانده و او را متهم به نفرت از خود می‌کنند. اپستاین می‌گوید انتقاد از اسرائیل با ضد یهود بودن متعارف شده و او حق دارد از سیاست‌های اسرائیل انتقاد کند. پریمو لوی، شیمیدان و نویسنده ایتالیایی که در سال 1987 درگذشت، یک بازمانده هولوکاست بود. کتاب او با عنوان اگر این یک مرد است، یکی از مهمترین آثار قرن 20 خوانده شده. لوی مذهبی نبود، ولی قوانین ضد یهود فاشیست های ایتالیا و اردوگاه های نازی بود که باعث شد او خود را یک یهودی قلمداد کند. پریمو لوی تاکید داشت نازی ها یهودیان را یک نژاد می دیدند و نه پیروان یک مذهب. هیچ یهودی نمی توانست با روی گرداندن از دین خود از دست نازی ها نجات یابد. این نویسنده ایتالیایی تاکید داشت هدف اردوگاه‌های نازی‌ها نابودی کامل یهودیان بود. به این دلیل نازی‌ها بسیاری از کودکان یهودی را به اردوگاه خود منتقل کرده و تقریباً تمام این کودکان جان خود را از دست دادند. پس از مرگ لوی، الی ویزل در موردش گفت: پریمو لوی 40 سال پیش در آشویتز درگذشت. هانا آرنت، تئوریسین پرنفوذ آلمانی یهودی، در سال 1941 با کمک یک دیپلمات آمریکایی و دریافت ویزای غیرقانونی به آمریکا گریخت و از گرفتار شدن در اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها نجات یافت. او در نوشته‌های خود شر را نه محصول اقدام‌های رادیکال بلکه ثمره عدم تفکر می‌دانست. او معتقد بود در نهایت اقدام‌های پیش پا افتاده و روزمره است که انسان عامل اهریمنی می‌شود. آرنت تاکید داشت شرارت از گرایش انسان‌ها به یکی شدن با جامعه خود و پیروی از فرمان بدون تفکر در مورد اعمالشان سرچشمه می‌گیرد. خانم آرنت معتقد بود هولوکاست از خود بزرگبینی نازی‌ها و تلاش آنها برای یک دست کردن جامعه سرچشمه گرفت. در نهایت این تئوریسین یهود ستیزی را بهانه‌ای برای هولوکاست می‌داند و نه عامل اصلی آن.